فصل دوم، نخستین عشق. ارزش نهادن به خود نمیتواند به وسیله دیگران تحقق یابد. شما با ارزش هستید چرا که خود اینطور میگویید. اگر شما برای ارزشمندی خود متکی به دیگران باشید، این دیگر ارزش نهادن به خود نیست، بلکه ارزش نهادن به دیگری است. شاید شما دارای یک بیماری اجتماعی باشید، بیماری که تنها با آمپول زدن از بین نمی رود. شما ممکن است مبتلا به بیماری خودکم بینی شده باشید و تنها درمان شناخته شده آن تجویز دوز بالایی از خیشتن دوستی است. اما شاید مانند بسیاری از مردمی که در این جامعه زندگی می کنند با این عقیده بزرگ شده اید که خیشتن دوستی کار اشتباهی است. جامعه به ما می گوید که راجع به دیگران فکر کنیم. کلیسا موعظه می کند که همسایت را دوست بدار و ظاهرا هیچ کس این را نمی گوید که خود را دوست بدارید. و اگر شما بخواهید که اکنون به سعادت برسید، این چیزی است که شما دقیقاً باید آن را فرا بگیرید. از سنین کودکی به شما یاد دادند که خود خیشتن دوستی که یک چیز طبیعی برای شما بود مساوی با خودخواهی و خودپسندی است. به شما یاد دادند که دیگران را مقدم تر از خود بدانید و اول از همه به دیگران فکر کنید، چرا که با این کار شما شخص خوبی به حساب می آیید. شما خودزدایی را یاد گرفتید و به شما یاد داده شد که دستورالعمل‌های نظیر چیزهایت را با پسر عمه‌هایت تقسیم کن را انجام دهید. مهم نبود که آن چیزها جزی از گنجینه‌های شما یا دارایی‌های گرانبهای شما باشند. و یا اینکه مامان یا بابا شاید اساسی خودشان را با دیگران تقسیم نکنند. شاید حتی به شما گفته باشند که ساکت بنشینید و دم نزنید و پایتان را از گلیمتان فراتر نگذارید. بچه ها طبعا خود را زیبا و بسیار مهم می دانند. ولی در سنین نوجوانی پیام های جامعه در جهت خلاف نظرشان در آنها ریشه می دواند. در نتیجه عدم اعتماد به نفس کاملا در آنها شکوفا می گردد. و همانطور که سن می‌گذرد، تقویت‌ها ادامه می‌یابند. با این همه، شما فکر این را نمی‌کنید که خود را دوست بدارید. فقط آنچه که دیگران راجع به شما فکر خواهند کرد، برایتان اهمیت دارد. البته قابل ذکر است که این نکات حساس بوده و به قصد بدخواهی مطرح نشده، بلکه آنها فرد را در مسیر جامعه قرار می دهند. کودک از والدین و اعضای درجه اول خانوادهش گرفته تا مدرسه، کلیسا و دوستان، همه آن معیارهای قابل قبول اجتماع را که سنگ محک دنیای بزرگسالی او هستند فرا می گیرد. بچه ها تنها برای خوشنودی بزرگترها اینطور با هم رفتار کردند. همیشه لطفاً و متشکرم بگویید. وقتی بزرگتری وارد می شود با احترام بلند شوید. برای ترک کردن میز خود از او اجازه بگیرید. تحمل نیشگونهای بیوقفهی که از گونه هایت می گیرد و همینطور دست نوازشی که بر سرتان می کشد را داشته باشید. پیام روشن بود. بزرگترها مهمند، بچه ها مهم نیستند. دیگران با ارزشند، شما بی ارزشید. قابل قبول این است که به رأی خود اعتماد نکنید و بگذارید یک عالم تقویت کننده در زیر لوای کلمه ادب شما را به انجام این کارها وادار کند. بدین ترتیب این قوانینی که زیر کلمه آداب خود را پنهان کرده بودند به شما کمک می‌کرد تا به قیمت از دست دادن ارزش‌های خود قضاوت‌های دیگران را وارد ذهن خود کنید. تردیدی نیست که این پرسش‌ها و اظهاراتی که دایر بر انکار خود است به سنین بزرگسالی نیز انتقال می‌یابند. چگونه این عدم اعتماد به نفس ها به وجود می آیند؟
وقتی شما به دوست داشتن دیگران اهمیت می دهید، ممکن است باعث مسدد شدن اوقاتتان گردد. دوست داشتن دیگران مستقیما به این موضوع برمی گردد که شما چقدر خود را دوست دارید. یک تعریف پیشنهادی از عشق. تعریف هایی که از عشق شده به اندازه تعداد افرادی است که عشق را تعریف می کند. سعی کنید این یکی را امتحان کنید. توانایی و تمایل شما در این که به آنهایی که مورد علاقه تان است اجازه دهید آنطور که خود می خواهند باشند، بدون اینکه اصرار بورزید خواستهشان شما را خوشنود سازد. این تعریف می تواند دارای یک کاربرد عملی باشد، ولی واقعیت این است که تعداد بسیار اندکی از مردم قادرند آن را برای خود قبول کنند. چطور شما می توانید تا به این حد برسید که قادر باشید به دیگران اجازه دهید آنطور که خود می خواهند باشند، بدون اینکه خواستهشان با انتظاراتتان جور در نیاید؟ خیلی ساده است. با دوست داشتن خودتان، با این احساس که شما مهم، با ارزش و زیبا هستید. وقتی شما پی ببرید که چقدر خوبید، دیگر مجبور نیستید که برای تقویت ارزش یا ارزش‌هایتان دیگران را وادارید که طبق اوامرتان رفتار کنند. اگر در خودتان احساس ایمنی کنید، دیگر نیازی به دیگران ندارید که مثل شما باشند. یک دلیلش این است که شما منحصر به فردید. دلیل دیگرش این است که اگر شما از آنها بخواهید که مثل شما باشند، در واقع شما دارید از آنها منحصر به فرد بودنشان را می‌گیرید. آنچه که شما باید به آنها عشق بورزید تنها آن خصوصیاتی است که آنها را از دیگران منحصر به فرد و متمایز می‌سازد. این طور شایسته شماست. شما از دوست داشتن خودتان شادمان می‌شوید و فقط با عشق ورزیدن و التفات به خود است که می‌توانید به دوست داشتن دیگران بپردازید. آن موقع دیگر هیچ حیله و مکری در عشق ورزیدن شما وجود ندارد. شما این کار را برای رضای دیگران یا منافع خود انجام نمی دهید، بلکه آن را فقط به خاطر لذتی که از خیشتن دوستی به شما دست می دهد انجام می دهید. اگر شما آدم بیارزشی هستید یا از خودتان بدتان می آید، پس عشق ورزیدن به دیگران غیر ممکن است. اگر شما خود را آدم بی ارزشی می دانید، چطور می توانید به دیگران عشق بورزید؟ اگر شما نتوانید عشق بورزید، نمی توانید آن را دریافت کنید. از آن گذشته، عشق چه ارزشی می تواند داشته باشد در صورتی که به خود هیچ ارزشی قائل نیستید؟ کل موضوع عشق، اهم از عشق ورزی و عشق طلبی، با خودی شروع می شود که کاملا مورد محبت قرار می گیرد. مرد میانسالی به نام نوح را در نظر بگیرید. او ادعا می کرد که همسر و فرزندانش را تا حد جان دوست می دارد. او برای اینکه عشق و محبتش را به آنها نشان دهد، هدیه‌های گرانبهایی برای آنها می‌خرید. آنها را به تعطیلات با شکوهی می‌برد و وقتی که به مأموریت می‌رفت، همیشه دقت می‌کرد که نامه‌هایش را با کلمه عشق به پایان برساند. با این حال نوح هرگز نمی‌توانست خود را بر آن دارد که به زن و بچه‌هایش بگوید که دوستشان دارد. او با اینکه بسیار به پدر و مادرش عشق می‌ورزید، باز چنین مسئله‌ای را با آنها داشت. نوح می‌خواست این کلمات را بر زبان آورد. این کلمات بارها از ذهنش عبور می‌کرد. با این حال هر بار که سعی می‌کرد به آنها بگوید دوستتان دارم، ناگهان زبانش بند می‌آمد.
کلمات دوستتان دارم که در کلیه نوح جریان داشت این معنی را می داد که او داشت خود را در مسیر درستی قرار می داد. اگر او کلمات دوستت دارم را بر زبان می آورد، کسی هم باید در جواب می گفت من هم تو را دوست دارم نوح. اظهار عشق او باید با تأیید عزت نفس خودش جواب داده می شد. گفتن آن کلمات برای نوح حکم دل به دریا زدن را می داد. چرا که ممکن بود جوابی به آن کلمات داده نمی شد و آن موقع کل ارزش او زیر سؤال می رفت. از طرفی اگر نوح می توانست با این فرض شروع کند که او آدم دوست داشتنی است، آن موقع او دیگر در گفتن دوستت دارم دچار اشکال نمی شد. اگر او پاسخ دلخواه خود یعنی من هم تو را دوست دارم نوح را دریافت نکرد، آن وقت متوجه می شود که این مسئله هیچ ربطی به عزت نفسش ندارد. چرا که عزت نفس او از قبل از اینکه به این کار دست بزند سالم و بی‌عیب بود. نوح چه مورد محبت قرار می گرفت چه نمی گرفت موضوعی بود که به مسئله همسرش یا هر کسی که نوح در آن لحظه دوستش می داشت مربوط می شد. او می توانست به عشق شخص دیگری نیازمند باشد، ولی برای عزت نفسش ضرورتی نداشت. با اتکا به توان خود دوستی خیش می توانید با همه احساسات خودتان مبارزه کنید. به یاد داشته باشید که در هیچ زمانی یا تحت هیچ شرایطی انزجار از خود سالمتر از خود دوستی نیست. حتی اگر شما طوری رفتار کرده باشید که از خودتان بدتان بیاید، تنها چیزی که از انزجار از خود نصیبتان می شود بی تحرکی و زیان رساندن به خود است. به جای اینکه از خودتان تنفر داشته باشید، احساسات مثبت را در خود رشد دهید. از اشتباه خود درس عبرت بگیرید و تصمیم بگیرید که آن را تکرار نکنید و همینطور آن را با موضوع ارزش به خودتان مربوط نسازید. حال نظری به پیامدهای خوددوستی و دگردوستی می‌اندازیم. هیچگاه بها دادن به خود را که یک چیز بدیهی است با رفتارتان یا با برخورد دیگران نسبت به خود اشتباه نگیرید. یک بار دیگر میگویم این کار آسان نیست. پیام‌های جامعه بر ما حاکم هستند. تو پسر بدی هستی. به جای تو بد رفتار می‌کنی. وقتی که تو آنطور رفتار می‌کنی مامان تو را دوست نداره. در مقابل مامان آن رفتاری که تو می‌کنی را دوست نداره. نتایجی که شما ممکن از این پیام ها استنباط کنید بدین قرار است. او مرا دوست ندارد، من باید آدم بیارزشی باشم. به جای او مرا دوست ندارد، این تصمیم اوست و در حالی که من از این تصمیم خوشم نمی آید، هنوز آدمی مهم هستم. کتاب عقده های آردیلینگ از جریان درونی کردن افکار دیگران و یکی دانستن آنها با عزت نفس فرد اینطور نتیجه گیری می کند. مادرم مرا دوست دارد، من خوشحالم. من خوشحالم چرا که او مرا دوست دارد. مادرم مرا دوست ندارد، من ناراحتم. من ناراحتم چرا که او مرا دوست ندارد. عادت‌های فکری دوران کودکی به آسانی از سر انسان نمی‌افتد. تصویری که شما از خود دارید هنوز ممکن است بر تصوراتی که دیگران از شما دارند استوار باشد. در حالی که این درست است که برداشت‌هایی که شما از خود دارید از نظرات بزرگسالان مایه گرفته است. ولی این درست نیست که شما بایستی تا ابد این برداشت‌ها را با خود به دوش بکشید. بله، برای شما سخت است که آن قید و بندهای دیرینه را دور بریزید و همینطور آن زخمهای التیام ناپذیر را بزدایید.
ولی توسل جستن به آنها حتی وقتی سخت‌تر می‌شود که شما به عواقب آنها نیز بیندیشید. با تمرین ذهنی می توانید انتخاب کنید که خود را دوست بدارید و این کار شما را متحیر نیز خواهد کرد. به نظر شما چه افرادی برای دوست ورزی مناسب هستند؟ آیا رفتاری که از آنها سر می زند خیش را تباه می سازد؟ هرگز. آیا آنها خود را کم می شمارند و به گوشه عزلت پناه می برند؟ نه هرگز. پیشرفت کردن در عشق ورزی و عشق طلبی از خانه و از خود شما شروع می شود. این هم به نحوی که با خود عهد کنید که دست از رفتارهای خود کمبینانه خود بکشید. رفتارهایی که جزی از شیوه زندگی شما شده است. از خود پذیری استقبال کنید. اول از همه باید این اسطوره را که به شما میگوید شما فقط یک تصویر از خود دارید و آن ممکن است در همه حال مثبت یا منفی باشد از خود دور کنید. شما تصویرهای زیادی از خود دارید و هر کدام لحظه به لحظه با هم فرق می کنند. اگر از شما سوال شد که آیا خود را دوست دارید؟ ممکن است مایل باشید که همه افکار منفی که از خود دارید را با یک کلمه نه بزرگ جلوه دهید. با تعیین مواردی که باعث انزجار از خود شما می شود، می توانید مقاصدتان را برای شروع کار مشخص سازید. شما نسبت به خودتان دارای یک سری احساسات جسمی، عقلی، اجتماعی و عاطفی هستید. شما نسبت به توانایی‌های خود در موسیقی، ورزش، هنر، مهارت‌های مکانیکی، نویسندگی و غیره دارای یک سری ارزشیابی هستید. تصویرهایی که شما از خود در ذهن دارید به تعداد فعالیت‌های شما مربوط می‌شود و از طریق همه این رفتارهاست که همیشه چیزی به نام شما پدیدار می‌گردد. شما شخصی نیستید که هم میپذیریدش و هم تردش میکنید. عزت نفس شما آن سایه مهربان همیشه حاضر و همینطور آن مشاور شما در نیل به خوشبختی است و نباید آن را با خود ارزیابی هایتان ارتباط دهید. شما وجود دارید. شما انسانید. این آن چیزی است که شما نیاز دارید. ارزش شما به وسیله خودتان تعیین می‌گردد و نیاز به این ندارید که شخص دیگر آن را به شما بگوید. ارزشمندی شما که یک امر ضروری است، هیچ ربطی با رفتار و احساسات شما ندارد. شما ممکن است در یک مورد از رفتارتان خوشتان نیاید، ولی این هیچ ارتباطی با ارزش شما ندارد. شما می توانید این را بخواهید که برای همیشه به خودتان ارزش قائل شوید و آن موقع است که می توانید روی تصویرهایی که از خود دارید کار کنید. بدن خود را دوست بدارید. همه این کارها با بدنتان شروع می شود. آیا بدنتان را دوست دارید؟ اگر جوابتان منفی است، سعی کنید آن عضوهایی را که دوستشان ندارید مشخص کنید. از اعضای بدنتان که قابل رویت هستند فهرستی تهیه کنید. از بالای بدنتان شروع کنید. مو، پیشانی، چشمها، مژگها و گونه هایتان. آیا شما دهان، بینی، دندانها و گردنتان را دوست دارید؟ راجع به دستها، انگشتان، سینه ها و معده تان چطور؟ فهرست بلندی را تهیه کنید. اعضای داخلی بدنتان را وارد این فهرست کنید. کلیه ها، تحال، شریان و استخوان های ران. حالا به سراغ اجزای تاریکی که شما را می سازند بروید. راجع به شیار رولاندو، قسمت حلزونی گوش، لاله گوش، غدد فوق کلیوی و زبان کوچکتان چطور؟ اکنون شما از طریق فهرست بسیار بلندی که تهیه کرده اید می توانید کاملا به بررسی خود بپردازید. شما بدن زیبایی ندارید. شما همان بدنتان هستید و تنفر داشتن از آن به معنی این است که شما خود را به عنوان یک انسان قبول ندارید. شاید شما از برخی قسمت‌های بدنتان بدتان بیاید.
اگر آنها قسمت‌هایی از بدن هستند که می شود آنها را تغییر داد، پس به عنوان یکی از مقاصدتان به تغییر آنها بپردازید. اگر معده‌تان خیلی بزرگ است یا رنگ مویتان ناجور است، می توانید در اسرع وقت تصمیم بگیرید که چه کار باید بکنید و سریعا تصمیمات جدید اتخاذ شده را به کار بگیرید. اگر آن قسمت هایی از بدنتان که مورد انزجار شما هستند قابل تغییر نمی باشند، مثلا پاها خیلی بلند، چشم ها خیلی باریک، سینه ها خیلی کوچک یا خیلی بزرگ باشند، می شود با دید جدیدی به آنها نگاه کرد. هیچ چیز هم برای خود چیزی است. پاهای بلند بهتر یا بدتر از پرمویی یا بیمویی نیست. آنچه که انجام دادید از طریق تعریفی که جامعه معاصر از زیبایی دارد ارزیابی می گردد. به دیگران اجازه ندهید که به شما دیکته کنند چه چیز برای شما مجذوب کننده است. تصمیم بگیرید که بدنتان را دوست بدارید و با طرد قیاس‌ها و عقاید دیگران آن را برای خود ارزشمند و دلفریب بیابید. شما می توانید خود تصمیم بگیرید که چه چیزی خوشایند است و چه چیزی از گذشتهتان ناپذیرفتنی است. شما یک انسانید. انسان‌ها از خود بوهایی دارند، صداهایی در می‌آورند و موهایی روی بدنشان می‌روید. ولی جامعه و صنعت پیام‌هایی از وضع بدن انسان انتشار می‌دهند. آنها به شما می‌گویند که از این خصوصیات انسانی خجالت بکشید. یاد بگیرید که این رفتارها را کتمان کنید. به خصوص اگر شما خود واقعیتان را با محصولات ما مخفی کنید. خود را نپذیرید، خود واقعیتان را پنهان کنید. شما نمی توانید یک ساعت تلویزیون ببینید که پیامی را به شما القا نکرده باشد. آگهی هایی که هر روز شما را مورد هجوم خود قرار می دهند به شما می گویند که از بوی دهان، زیر بغل، پاها، پوست و حتی اعضای تناسلیتان خجالت بکشید. گویی از نظر آنها آنطور که شما هستید غیر طبیعی است و باید حتما به سراغ عطرهای زیبا کننده بروید تا خود را بهتر دوست بدارید. لذا شما هر روزنه از بدنتان را با ماده خوشبو کننده بوزدایی می کنید، چرا که شما قسمتی از خودتان را که در همه انسانها وجود دارد قبول ندارید. من مرد 32 ساله به نام فرانک را می شناسم که یاد گرفته همه فعالیت های بدنی خود را طرد کند، چرا که از نظر او این اعمال بی ارزش و انزجار آور هستند. فرانک بلجبار به محض اینکه بدنش عرق می کند به شدت ناراحت شده و به تمیز کردن آن می پردازد و از همسر و فرزندانش نیز انتظار دارد که اینطور رفتار کنند. او بعد از اینکه چمنها را با دستگاه چمنزنی کوتاه می‌کرد یا یک ست تنیس بازی می‌کرد، شتابان به سوی دوش حمام می‌رفت. از آن گذشته، او نمی‌تواند از آمیزش جنسی لذت ببرد مگر اینکه او و همسرش قبل و بعد از آمیزش جنسی دوش بگیرند. او نمی‌تواند بوهای طبیعی خود را تحمل کند و همینطور نمی‌تواند با کسی که این بوهای طبیعی را به عنوان جزئی از خود می‌پذیرد زندگی کند. فرانک حمام را سپری می زند. برای خوشبو نگه داشتن خود از تعدادی وسایل خوشبو کننده استفاده می کند. او یاد گرفته که فعالیت ها و بوهای طبیعی بدنش را طرد کند. به محض اینکه با بدنش طبیعی رفتار می کند، دست باشه و معذور می شود که با این کار او به خود ناپذیری خود تن داده است. با این حال انسان بودن یعنی داشتن بوهای طبیعی بسیار و فردی که می‌خواهد در جهت خیشتن دوستی و خودپذیری قرار گیرد به هیچ وجه نباید از خود طبیعیش آزرده گردد. در واقع اگر فرانک کاملا نسبت به خود صادق بود و از پیام‌هایی که در مورد خودناپذیری خود فرا گرفته بود اجتناب می‌کرد، آن موقع او حتی می‌توانست قبول کند که از بدنش و همینطور از همه بوهای خیلی خوبی که در آن ایجاد می‌گردد لذت ببرد، در حالی که او نمی‌خواست به خود اجازه دهد
که دیگران را از آن بوها سهیم کند، دست کم می توانست اون بوها را در خودش قبول کند و به خود بگوید که واقعا آنها را دوست دارد و از این بابت نیست از دیگران خجالت نمی کشد. خودپذیری به معنی این است که همه بدنتان را دوست بدارید. بسیاری از زنها پیامهای فرهنگی را پذیرفتند و طوری رفتار می کنند که بدنشان مطابق با این پیامها باشد. پاها و زیر بغلتان را بتراشید، همه جای بدنتان را بوزدایی کنید، بدنتان را با عطرهای خارجی اتراگین کنید، چشمها، لبها و گونه هایتان را آرایش کنید، ناخونهایتان را لاک بزنید. معنی این کارها این است که خود طبیعی و خود انسانی شما چیز ناخوشایندی است و تنها با مصنوعی شدن می شود خود را مجذوب کننده ساخت. از همه ناراحت کننده تر این است که آنچه که نصیبتان می شود یک خود اغفالگرانه است که جای خود طبیعی که در بیشتر عمرتان با شماست می گیرد. تبلیغات چی ها شما را تشویق می کنند که خود زیبایتان را طرد کنید. البته روشن است که آنها برای منافع خود به این کار دست می زنند. ولی خریدن این وسایل آرایش در واقع می تواند مساوی با این مفهوم باشد که شما می خواهید خود واقعیتان را دور بریزید. شما می توانید از مخفی کردن خود زیبا و طبیعیتان دست بردارید. لذا در صورتی که شما بخواهید از انواع وسایل آرایش استفاده کنید، این واقعیت را می رساند که شما به خاطر چیزی تازه یا ارضای شخصی از چیزی که دارید پنهانش می کنید بدتان می آید. در این مورد صادق بودن با خود چندان آسان نیست و به وقت نیاز دارد. یاد بگیرید که بین آنچه که خوشتان می آید با آنچه که تبلیغات چیها می گویند باید خوشتان بیاید تمایز قائل شوید. برای خود تصویرهای مثبت تری برگزینید. می توانید همین انتخاب را با همه تصویرهایی که از خود دارید انجام دهید. شما می توانید با بکار بردن معیارهایی که به خودتان اختصاص دارد بخواهید که خود را باهوش بدانید. در واقع شما هرچه خود را خوشبخت‌تر سازید باهوش‌تر هستید. اگر شما در درس‌های چون جبر، هجی یا املا کلمات ایراد دارید به خاطر نتیجه انتخاب‌هایی است که شما تاکنون به عمل آورده‌اید. در صورتی که تصمیم بگیرید بر روی هر یک از این درس‌ها وقت بگذارید بدون شک در آنها واردتر می‌شوید. اگر تصویر شما از خود این باشد که شما فرد چندان باهوشی نیستید، حرفایی که راجع به هوش در فصل اول زده شد را به خاطر بیاورید. اگر شما خود را کم می شمارید، به خاطر این است که شما خود را با دیگران در زمینه برخی از دروس در کلاسی مقایسه می کنید. وقتی که بشنوید شما هم می توانید آنطور که بخواهید باهوش باشید حیرت زده می شوید. در واقع استعداد به جای اینکه یک خصوصیت ذاتی باشد یک فعالیت مدت دار است. مقیاس های درجه بندی شده تست های میزان شده پیشرفت تحصیلی می توانند این نظر را تایید کنند. این مقیاس ها نشان می دهند که نمراتی که دانشجویان عالی رتبه در یک سطح گرفتند از سوی اکثریت دانشجویان در سطح بعدی گرفته می شوند. مطالعات دیگری نشان می دهند که هرچند اغلب دانشجویان زودتر از دیگران بدان تسلط می یابند، با این حال برچسب کند ذهن یا حتی عقب مانده غالبا به کسانی اطلاق می شود که کندتر از دیگران بر مهارت تسلط کامل می یابند. در این زمینه به حرفهای جان کارول گوش دهید. او در مقاله تحت عنوان سرمشقی برای یادگیری در مدرسه که در نشریه تیچرز کالج رکورد چاپ شد اینطور میگوید: استعداد مقدار زمانی است که یک دانش آموز برای تسلط یافتن بر یک تکلیف درسی بدان نیاز دارد. چیزی که در این قاعده به آن اشاره شد این فرض است که هر دانش آموزی با منظور کردن وقت کافی می تواند آنطور که باید بر یک تکلیف درسی تسلط یابد.
در صورتی که بخواهید می توانید با منظور کردن وقت و تلاش کافی تقریبا بر هر مهارت درسی تسلط یابید. ولی شما به دلایل بسیاری این انتخاب را نمی کنید. چرا که شما باید انرژی زمان فعلی خود را در حل مسائل گنگ یا یادگیری چیزی که به دلتان خوش نمی آید صرف کنید. خوشبخت بودن، زندگی پرثمر داشتن و عشق ورزیدن اهداف بسیار بزرگتری هستند. موضوع این است که هوش چیزی نیست که به ارث برده باشید یا به شما اعطا شده باشد. شما بنا به آنچه که می‌خواهید باشید باهوش هستید. ناخشنودی از آن طور که می‌خواهید باشید مساوی با اهانت به خود است که تنها می‌تواند عواقب زیانباری را در زندگیتان به بار آورد. این منطق که شما می‌توانید تصاویری که از خود دارید را برگزینید در همه عکس‌هایی که شما در مغزتان از خود دارید صدق می‌کند. عضویت اجتماعی شما بسته به آنطور که می‌خواهید باشید می‌باشد. اگر شما از رفتار اجتماعی خود بدتان بیاید، می‌توانید در تغییر آن رفتار تلاش کنید و آن را با عزت نفس خود اشتباه نگیرید. به همین نحو توانایی‌های هنری، مکانیکی، ورزشی، موسیقیایی و سایر توانایی‌هایتان را تا حد گسترده‌ای زاییده انتخاب‌های شماست و نباید با خود ارزشمندیتان اشتباه گردد. به همین ترتیب در فصل گذشته راجع به این موضوع صحبت کردیم که زندگی عاطفی شما نیز حاصل انتخاب‌های خود شماست. این اعتقاد که خودپذیری سزاوار شماست چیزی است که شما می‌توانید همین الان راجع به آن تصمیم بگیرید. تغییر آن چیزهایی که در خور شما نیست میتواند کار دلپذیری باشد و تنها به این خاطر که در اطرافتان چیزهایی وجود دارد که قصد اصلاحشان را دارید. نباید دلیل این باشد که شما احساس بی‌ارزشی را انتخاب کنید.